بچه‌ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. امروز من اومدم بالاخره به درخواست های بیشمار شما جواب بدم و موج گذاشتن تکی رو بهتون یاد بدم. این یه ویدیوی کامل راجع به اینه که شما چجوری موج بذارین، ولی موج تکی اونم از زیر، به خاطر اینکه موج تکی رو میشه حالا مدل های مختلف گذاشت. از رو میشه گذاشت که نرمال تر و بیشتر آدما اینجوری انجام میدن، از بین میشه گذاشت و میشه از زیر گذاشت که به نظر من خیلی خیلی طبیعی تر میشه و در کل خیلی آرایش آدمو طبیعی تر و مثلا حرفه‌ای تر و اینا نشون میده. البته که حالا مدلای دیگه هم کاربردهای خودشو داره که حالا تو ویدیوهای بعدی بهتون نشون میدم و یاد میدم، ولی قبل از اون یه تشکر ویژه میخوام بکنم از اسپانسر این ویدیو که لیلی سیلک هست، که یک برندیه که محصولات ابریشمی داره، ابریشم خالص 100% طبیعی. و این پیجامه‌ای که میبینید من پوشیدم، که البته بلیس شلوار الان بهتون نشون میدم، از برند لیلی سیلک. خیلی کاراشون با کیفیته و خیلی نرمه. حالا اگر بخواین ازشون لباس تو خونه بگیرین، حالا اینی که من پوشیدم خیلی راحت و خیلی خوشگل و خیلی مثلا چی میگن لاکچریه، یعنی یه چیز همجوری مثلا دم دستی نیست، تو خونه آدم احساس خوبی داره اینجوری با این راه میره. و یه چیزی که میخوام بهتون نشون بدم، روبالشی های سیلکشونه، که خیلی وقت میدونین من از روبالشی سیلک استفاده میکنم. دلیلش هم اینه که سیلک یعنی همون ابریشم، هم واسه پوست شما خیلی خوبه، هم برای موی شما. من البته به خاطر پوست شروع کردم به روبالشی سیلک استفاده کردن، ولی بعدم فهمیدم برای مو هم خیلی خوبه، به خاطر اینکه استکاکی که ایجاد میکنه بین پوست و مو و بالش رو کم میکنه، هم باعث میشه پوست آدم گیر نکنه به بالش اینجوری مثلا بشه و هی تا صبح صد جور چروک مختلف روش بیفته، هم برای مو هم باعث میشه که هی به خاطر اون استکاکی که بهش نمیفته هم وزش کمتر میشه، هم اگه فر موهاتون، فرش بعد از مدتی که استفاده میکنی خوشگل تر وای میسته، هم مثلا اگر موهاتون رو درست میکنین و چند روز یه بار خب میشورادن موهاشو، این مدل موهاتون بهتر رو مثلا بیشتر بمونه. یه چیز دیگه هم که داره مثلا روبالش سیلک استفاده کردن اینه که ابریشم، خود ابریشم نسبت به حالا روبالشی نخی که آدم ها استفاده میکنن، آب کمتری، رطوبت کمتری به خودش میگیره، واسه همین شما اون کرمایی که میزنین رو پوستتون میمونه نه رو بالش. اینم منم در حال قر دادن با این پیژامه که میبینین خیلی هم تو تن خوشگله. حالا اگر برین توی سایتشون نگاه کنین خیلی رنگای مختلفی دارن، حالا من خودم از سرمش خوشم اومد، ولی حتما برین نگاه کنین. هم خیلی با کیفیته، هم به نسبت قیمتش خب شما دارین یه محصول لاکچری میگیرین، و پکیجینگایی هم که با حالا بعضی از پروداکتاشون میاد که اکو فرندلیه، ولی بعضیاشون هم شکیل تره و مثلا حالت کادویی تر داره که میتونین اونا رو بگیرین. دو تا کد تخفیف هم براتون دارم که یکیش هست SBeauty12 که روی همه چی بهتون 12% تخفیف میده، اون یکیش هست SBeauty25 که روی مثلا لباس و پیژامه و لباس خواب و اینا اگر یه دونه بخرید رو دومیش بهتون 25% تخفیف میده. خب ببین، من الان هیچ آرایشی روی چشمام ندارم، فقط همون کانسیلری که زدم و اینا، فقط میخوام یه ذره یه مثلا سایه خیلی نچرال بکنم، یه ذره از این برونزر میزنم اول روی کریس چشم که فقط یه رنگی بگیره، نه اینکه بخوام خیلی چیز بکنم، چون میخوام بتونین کامل ببینین که اولا موجه چه تأثیری میذاره روی چشمای آدم، بعدم بتونین ببینین یعنی خودشو نشون بده، نمیخوام پشتش کلی سایه باشه. خب یه ذره فقط همجوری که چشم کنتور داشته باشه. خب بعد از این رنگ براق روشنم یه کوچولو میزنم روی پلک دیگه. این ساده ترین سایه ایه که شما میتونین بزنین دیگه، یه جورای بیس همه یه سایه هاست این. خب در همین حد ببین، شما برای موجه، من اگه جاتون باشم از این موجه هایی میگیرم که اینطوری چند تایی به هم وصله، از اونایی نمیگیرم واسه موجه از زیر گذاشتن که فقط یه دونه موجه است، به خاطر اینکه اون یه دونه یا موقعی خوبه که شما میخواین مثلا بین موجه از بالا بذاری یه چند تا اون وسط که خیلی طبیعی تر بشه. و اینکه شما از این موجه ها هم دو مدل میتونین بگیرید، یعنی دو مدل هست که بگیرین، ولی من الان بهتون میگم کدومو پیشنهاد کنم. ببین یکیش اینه، اینا جفتش هم، این چیزایی که دارم الان بهتون نشون میدم از برند آردله. این از اوناییه که دونه های موجه، یعنی دونه دونه های موجه، حالا نمیدونم چقدر مشخصه که بتونین ببینین، ولی از اول تا آخرشون
یه قطر داره، یه کم حالت پلاستیکی داره، ولی بازم بهتون میگم اینا هم خوب میشه. یعنی حالا مثلا اگه اون یکی رو گیر نیاوردین، که البته دلیل نداره گیر نیارید، همه جا جفتشو دارن، مثلا بد نمیشه. ولی اگر بخواین خیلی دیگه نچرال بشه و چیز باشه، از این مدل فومینگش بگیرین. میبینی اینا عین موی طبیعی، با اینکه موهاش مصنوعی طبیعی نیست، ولی عین موی طبیعی از تهش کلوفتره، بعد که میاد جلو نازکتر میشه و خیلی طبیعی تره. حالا اینا سه تا سایز داره، یکی اینه که سایز شورتشه، خب یکی اینه سایز مدیومشه، یکی هم این یکیه که سایز لانگشه. شما یه نکته خیلی مهمی رو باید در نظر بگیرید موقعی که میخواین موجه رو انتخاب کنین که بخرید. بسته به اون سایزی که حالا دوست دارین موجه مصنوعیتون وایسه، اینو در نظر بگیرین که وقتی شما موجه رو از زیر موجه خودتون میچسبونین، یکم موجه کوتاه‌تر نشون میده تا وقتی که از رو میذارین. به خاطر این وقتی رو میذارین، یه فاصله بین از بالا تا پایین موجه رو شما میایین بالاتر و این روی موجه خودتون قرار میگیره و اینجوری میاد بالاتر. ولی وقتی زیر میذارین، این هم اون چی میگن اون قوس موجه رو باید طی کنه، هم خودش ریشش پایین تره، برای همین کوتاه‌تر نشون میده. من اگر بخوام مثلا از بالا موجه بذارم، معمولا سایز مدیومش رو میذارم، از پایین اگر از زیر بخوام موجه بذارم، سایز لانگش رو یعنی بلندش رو برمیدارم. شما چسب میخواین، من کاری که میکنم، حالا من این چسبی که دارم استفاده میکنم چسب لاوا لشزه، از این مدلایی هم هست که مثل اینطوری چیزیه، فرقی نمیکنه حالا چه چسبی باشه، یه چسب خوب بگیرین دیگه. من اینو اینجوری یه ذره ازش رو میمالم اینجا. خب چسب تیوبی اگه داشته باشین راحت تره، من الان دم دستم نیست. خب یه ذره وای میستم. حالا مثلا موجه تکی رو شما چون وقتی دارین میذارین خودش در کل یه ذره بیشتر طول میکشه از موجه ردیفی، واسه همین الان هم شروع کنین تا مثلا بخواین چند تا بذارین اون یکم بیشتر خودش رو میگیره. ولی حالا یه ذره وایستادین. یه دونه موچین میخواین و این موجه ها رو وقتی که میخواین بردارین حواستون باشه که از سرشون نگیرین بکشین، به خاطر اینکه اینا به اون بیسشون اینجا چسبیدن، اگه از سرش بگیری اینا از هم وا میره. ببین از اینجا بردارین خب که این کاملا در بیاد. خب بعد اینو اینجوری میذارم پشت دستم یا حالا همون تو، حالا که دیگه به اون چسبه نچسبیده، از اینجاش یعنی از وسطش اینجوری برش میدارم. ببینی این مهمه که شما موجه رو چجوری وردارین، به خاطر اینکه توی موقع چسب زدن و موقع چسبوندن به موجهتون دستتون باید راحت باشه که این بچسبه، هی دستتون غیر نده. شما وقتی که میخواین موجه رو از رو بذارین به قسمت زیر این قوس خود موجه، یعنی اینجاش باید چسب بزنین، ولی به اون سر سرش. وقتی میخواین موجه رو از زیر موجه خودتون بذارین باید توی این قوس رو چسب بزنین. این خیلی مهمه، بیرونش رو نزنین اصلا، به خاطر اینکه این چسب به هر حال تا آخر سر یه ذره چسبونکی میمونه. هر بال که پلک میزنین این ممکنه بچسبه به این موجه های پایینتون یا کنده شه یا اینکه کلا خیلی رو اعصاب رو اذیت کنه. یک ذره بیپ چسب میزنم، یه ذره ها، ببینی؟ ولی این قسمت بیرونیش کاملا تمیزه. بعد اینو نمیچسبونم به اون قسمت پوست خود چشم، میچسبونم به قسمت بیس خود موجه، یعنی اینو شما باید به مو بچسبونین نه به پوست. اینجوری بونگ تمام. بعد اینو با سر موچینه یه ذره بالاتر از اون قسمتی که چسب زدم و اینطوری فشار میدم، مطمئن میشم که چسبیده. خود اون قسمتی که چسب زدم فشار نمیدم، به خاطر اینکه میچسبه به این دوباره کنده میشه. خب نگاه کن این اولیش، همین یه دونه موجه یهو یه فرقی ایجاد کرد. حالا دیگه تو فرض کن که اینو کلن بذاری. بعد فاصله ای هم که من در نظر میگیرم برای اینا، البته بستگی به این داره که بخواین چقدر پر باشه، چقدر مثلا زیاد بخواین موجه بذارین و اینا، ولی من میخوام یه حالت حد وسطی رو انجام بدم. فاصله شو مثلا یه دونه از اینا رو اگه از زیر این چی میگن طولشو در نظر، طولشه، عرضشو در نظر بگیری، به اندازه یه دونه از همینا فاصله، دوباره یکی دیگه
اونجوری بالای این موجه ها دیگه اون وقت تو هم هی فرو نمیره. خب ببینید خب همینجوری هم که داریم میذارین هی نگاه کنین زاویهش رو نگاه کنین که مثلا خیلی سیخ اینجوری صاف وای نسته، زیادی مایل نباشه، همونجوری به حالت چشمی که میخواین در بیارین آخر سر و به موجهای خودتون هم نگاه کنین اینو بچسبونین. و یه نکته مهم اینه که این به خاطر اینکه روی خود موجه قرار نمیگیره و اون قوسی که خودش داره رو ممکنه نتونه حفظ کنه، اگر موجه های خودتون صافه حتما موجتون قبلش فر کنین، وگرنه اگه موجتون صاف باشه این هر چقدرم زور بزنه نمیتونه بیاد بالا و اینطوری اون وقت وای میسه چشمو بسته نشون میده و اصلا دوتا چیز از هم جدا میشه. حتما موجه های خودتون رو فر کنین بعد اینو بذارین. ببین این یکی رو نمیدونم اگر چقدر میتونیم ببینیم، من یه ذره چسب زیادی زدم، وقتی چسبوندم چسبه یه ذره از بغلش زد بیرون، برای همین من الان خیلی بد حواسم رو جمع کنم که چشم رو نبندم. این خوش قشنگ او کجم نشه. خب کنده شده، زیادی چسب بزنی این لیز میشه. الان خوب شد. خب حالا الان اگر دقت کنین من دارم تمام اینا رو تا وسط پلک همه رو یه قد میذارم، ولی شما اگر دوست داشته باشین که چشماتون کشیده تر بشه میتونین مثلا یک سوم بیرونی چشمو موجه بلند بذارین، بعد که به وسط رسیدین یک سوم وسط و موجه مدیوم بذارین، بعد اون داخلیه رو هم موجه شورت بذارین یعنی کوتاه بذارین، ولی من همه رو یه قد گذاشتم که یه خورده چشم انگار که مثلا اینطوری تر بشه. خب حالا هم که رسید به وسط موجه دیگه من فعلا ول میکنم، اون یکی چشمم هم از این بلندا بذارم، بعد میریم سراغ مدیوم. خب ببین من الان برای دوتا چشام قسمت بلندشو گذاشتم، برای هر کدومم 5 تا گذاشتم، ولی اینو شما در نظر بگیرین که همیشه هم اینجوری نیست که مثلا اگر این چشمو 5 تا گذاشتی اون یکی هم حتما 5 تا بخواد. مدل چشم آدم با هم فرق داره، چشما با هم برادرن، نه خواهرن، دو قلو نیستن، مثل ابرو حالا نه اونقدر نسبتشون دور نیست، ولی خیلی وقتا آدم مثلا برای دو تا چشم یه اندازه موجه نمیخواد. ولی اینم خوبه که اگر دقت کنین یا مثلا یکی یکی بذارین، یکی اینور یکی اونور بذارین، هی نگاه کنین که خیلی با هم فرق نکنن آخر کار، به خاطر اینکه موجه تکی دست خود آدمه دیگه، مثل موجه چیزی نیست، چی میگن، اون ردیفیا نیست که جفتش عین هم باشه. خب حالا الان من از اون سایز مدیوم برمیدارم و بقیهشو یکی دو تا بهش مدیوم اضافه میکنم برای قسمت داخلی چشم. خب حالا الان نگاه کن قشنگ یه ردیف موجه اضافه شده از بالا، من وقتی پایینو نگاه میکنم اصلا انگار نه انگار که موجه گذاشتی. پسرها که بیشترشون اونه که حالا از آرش سر در خیلی نمیارن که عمرن بفهمن که همچه اتفاقی افتاده، دخترم اونایشون که خیلی حرفه‌این احتمالا میفهمن یا هی بهتون چپ چپ نگاه میکنم که خدایا این چیکار کرده موجه کاشته، بیشتر شبیه موجه کاشتنه ولی نه مثلا که موجه مصنوعی گذاشتی. حالا الان من فقط برای اینکه حالا یک کوچولو اون ته چشمم کشیده تر و پرتر به نظر بیاد یه دونه دیگه موجه بلند
به گوشه های چشمم همون وسط اون دوتا آخری اضافه میکنم. این به خاطر اینکه خیلی بستگی داره به اینکه مدل چشم خودتون چجوریه، یه مثلا قانون کلی نداره که من بهتون بگم، ولی خودتون بذارین بعد نگاه کنین ببینین مثلا کجاشو میخواین حالا یه دونه دوتا اضافه کنین، شاید بخواین وسطشو اضافه کنین اگر چشمتون خیلی کشیده و مثلا کوچیکه که چشمو بزرگتر و بامزه تر نشون بده. دیگه این دست خودتونه. ولی من الان یه دونه دیگه اینجا میذارم. فقط دقت کنین که این ریشش بچسبه ها، به خاطر اینکه خیلی وقتا بالاش گیر میکنه بین موجه های خود، آدم فکر میکنی چسبیده ولی وقتی خوب دقت میکنی میبینی پایینش وله، یعنی اون قسمت چیزش چسبش. خب اینم از موجه. حالا الان باید صبر کنین، قشنگه مثلا 3-4 دقیقه صبر کنین، عجله نکنین که این چسبا کامل 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 خوش بشه، بعد ریمل میزنیم. الان ریملی که دارم میزنم ریمل لورا مرسی است. خیلی فرقی نمیکنه چه ریملی بزنین، ولی پیشنهاد میکنم بهتون خیلی ریملای سنگین و اینایی که خیلی مثلا غلیظه و اینا نزنین. مدل ریمل زدنش هم یه ذره فرق داره، حواستون باشه. سعی کنین اینو ریشه موجه رو قشنگ اینطوری تکون بدین، وردارین اولش. میبینی اصلا من نمیارم بالا به خاطر اینکه اول میخوای قشنگ ریشه موجه ها مشکی بشه، اون قسمت هایی که چسب داره و اینا، بعد یه ذره بیارینش بالا. اصلا اینو ور ندارین تا آخر موجه مثل عادی که ریمل میزنی به موجه های خودمون بکشین، به خاطر اینکه این موجه ها بلنده خیلی غیر طبیعی میشه. ببینی؟ بعد با سر اینم سعی کنین اگر جاهایش هست که میخواین مثلا اصلا جدا کنی، زاویهش رو یه ذره تغییر بدین و اینا، میتونین با این انجام بدین. و این قسمت موجه های خودم رو که میدونم داره ولی الان ستایی روش نشسته رو من حسابی میزنم که با اون ور یه دست بشه. اگر درست چسبتون رو زده باشین، موجه ها رو درست چسبونده باشین و مثلا همه کار رو درست انجام داده باشین توی این مرحله، با اینکه من خیلی هم این قسمت ریشه رو دارم زور میزنم با این ریمل، هیچ موجه کنده نمیشه. خب الان شما نگاه کن، به من بگو که این مثل یک معجزه نیست. به خدا معجزه آرایش چقدر خوشگله. بعد حالا مثلا سایه خاصی هم من نزدم که بگی حالا خیلی آرایشه مثلا به سایه است، قشنگ این معجزه اصلا کار رو تموم کرد. خب اینم از این. حالا اگر 1% قرار بود که این موجه ها مثلا تکون بخوره بیفته، حالا به خاطر چسب یا هر چی که زده بودین، الان که دیگه ریمل زدین هیچ اتفاقی براش نمیفته به خاطر اینکه با موجه های خودتونم با ریمله به هم چسبیده. حالا من دوباره پایین رو نگاه میکنم که شما بتونین کامل تشخیص بدین. یه دونه نقطه چسب من اینجا پیدا کردم، منتها این مال مثلا دفعه پیشه که موجه گذاشته بودم از بالا، ولی از بالای پلک هیچ چیزی مشخص نمیشه. حالا اگر دوست داشتین خط چشم بکشین و اینا هم، حالا من یه خط چشم خیلی 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 نازک دقیق میکشم که شما بتونین فقط ببینین با خط چشمم چه شکلی میشه. البته خط چشمتون رو قبلش میکشین دیگه که اینا هی ور نرین باهاشون تکون بخورن. ولی حالا دیگه همین دیگه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و استفاده کرده باشین. من میرم و شما رو توی یک ویدیوی دیگه میبینم. فعلا خدافظ.